در درس قبلی خود گفتیم که استرپتوکوک ها از لحاظ مورفولوژی کوک هایستند که به شکل زنجیره ها با هم قرار می داشته باشند و از لحاظ تلوین گرام اینا گرام مثبت هستند و ضمناً این را هم گفتیم که اینا در محیط فوق‌العاده زیاد منتشر هستند و حتی می توانند از جمله فلورای نارمال وجود ما و شما باشند که در قسمت های مختلف وجود ما به شکل فلور نارمال هستند و ضمناً می توانند که در ایجاد مرض اینا فوق‌العاده نقش داشته باشند. و ایره هم گفتیم که استرپتوکوک های یک گروپ بسیار وسیع از باکتری های گرام مثبت هستند که ما نمیتونیم نظر به ای که بسیار وسیع هستند اینا رو توسط یک روش مشخص اینا رو تصنیف بکنیم و معمولا به خاطر تصنیف بندی کردن از اینا چون اینا اعضای ای گروپ فوق العاده غیر متجانس هستند ما مجبور میشیم که به روش های مختلف به خاطر تصنیف بندی از اینا اتکا بکنیم و این را هم گفتیم که روش ها یا فاکتورهایی که به خاطر تصنیف بندی از این استفاده میشه یکی خود مورفولوژی کالونیشان بود و تولید هیمولیزشان بود که گفتیم به اساس از این ما استرپتوکوک ها را در سه گروپ تقسیم بندی کرده بودیم که یکی الفا هیمولایتیک بود، بیتا هیمولایتیک بود و گاما هیمولایتیک بود که بیتا هیمولایتیک از اینا رو ما شما گفتیم که اینا یک هیمولیز کامل میده یعنی کاملا اطراف کالونی شفاف میشه و در الفا هیمولایتیک گفتیم در اطراف کالونی یک پیگمنت سبز رنگ ایجاد میشه و در گاما که گفتیم اونا اصلا هیمولیز ایجاد نمیشه بنان اطراف کالونی هیمولیز ما شما در این باکتری ها دیده نمیتونیم و گفتیم خود باکتری هایی که بیتا هیمولایتیک هستن اینا رو باز به اساس امو کربوهیدرات دیوارشان باز ما گروپ بندی میکردیم که رو به نام لنسفیلد گروپینگ هم یاد کردیم بنان با وجود که استرپتوکوک ها مثلا شامل بیتا هیمولایتیک هستند باز هم بسیار متفاوت هستند بنان اوجا باز تصنیف بندی از اینا به اساس یک تست سیرولوژیکی که در اثر تعامل بین انتیبادی و امو کربوهیدرات سی که در دیوار از اینا می باشه به اساس از اونا تصنیف بندی شده می تونن و فقط روش دیگه که به خاطر تصنیف بندی از اینا استفاده می کردیم خود عکس العمل هایشان در مقابل ترکیبات کیمیایی مختلفه بود مثلا بعضی از استرپتوکوک ها هست که در مقابل یک ترکیب حساس است در حالی که دیگرایشان مقاوم است که مثلا ما و شما امروز از دسک بسیترسین یاد میکنیم که استرپتوکوک پایوجنیز در مقابلش حساس است در حالی که دیگرها مقاوم هستند بنان به اساس از این هم میتونیم که ما و شما اینها تشخیص بدیم دیگر به اساس نیاز ایکولوژیکشان یا فاکتورهای ایکولوژیک یا محیطیشان مثلا بعضی از اینها که هستن در شرایط که یک مقدار کاربون دای اکساید باشه خوب تر رشد میکنه بعضیشون در شرایطی که اکسیژن باشه بعضیشون به شکل فاکلتتیو است یعنی موجودیت و عدم موجودیت اکسیژن برایشون تاثیر نداره بران این فاکتورها هم میتونه که در تصنیف از اینا نقش داشته باشه و نهایتا گفتیم حتی آل این روشی که برای از اینا زیاد استفاده بشه روشای جنتیکی است یعنی آل به عوض روشای فنوتایپیک که مثلا مورفولوژی بود یا تستای سیرولوژیک بود یا عکس العمل ها در مقابل ترکیبات مختلف کیمیایی بود آل روش های جنتیکی بیشتر جاگزین شده ولی خب این محدودیت از اینا است که یک ذره روش های قیمت هستن خب اینا رو ما شما خواندیم از این تیر میشیم بیایم مستقیما سر باکتری به نام استرپتوکوکس پایوجنز البته استرپتوکوکس پایوجنز این را به یکی از گروپ از صنفی هایتان ما کارخانگی هم داده بودیم اینا از جمله باکتری هایستند که در جمع استرپتوکوک ها شامل هستند و فوق العاده مهم است یعنی میشه ما و شما بگویم که در زمره استرپتوکوک ها مهمترین باکتری شانه استرپتوکوک پایوجنز استرپتوکوکس پایوجنز تشکیل می‌ده خب استرپتوکوکس پایوجنز میتونه که باعث دو گروه از امراض شوه یعنی هم میتونه که باعث امراض التهابی به صورت موضعی و یا سیستمیک شوه و از طرف دیگه حتی اینا میتونن بعضی از امراض پست استرپتوکوکال دیزیز یا ایمیونولوژیکال دیساردر به وجود بره یعنی هدف ایجا ایست که استرپتوکوک پایوجنز میتونه در موجودیتش هم باعث ایجاد تولید مرض شوه در نزد انسان و حتی در صورتی که استرپتوکوک پایوجنز تداوی هم میشه ممکن بعد از تداویش بعضی از امراض ایمیونولوژیک باعث شوه که انشاءالله ما شما به صورت مفصل میخونیم خب از لحاظ مورفولوژی اگر ما شما بگیم اینا خب استرپتوکوک هستن یعنی کوک هستن و یعنی
ترتیب از این کوک ها به شکل زنجیره ها قرار میگیره و هرگاه ما شما اینا رو در محیط های بلدگر اگر کلچر میکنیم، در صورتی که اگر در محیط بلدگر کلچرشان بکنیم، اینا کالونی های کوچکی را تولید میکنن و یک زون بتا همولایتیک میتا، یعنی زون بتا همولایتیک به این معنا که اطراف کالونی کلن شفاف میشه، اطراف کالونی کدام آربیسی هایی که میباشه به صورت کامل تخریب میشه و اطراف کالونی کاملا شفاف دیده میشه. و یک تست هست به نام پایر تست. اساسا پایر تست یک تست انزایماتیک است، یعنی در اینجا چی میکنیم؟ ما یک سبستریت در مجاورت باکتری میمانیم، در صورتی که باکتری انزایمی را داشته باشه که را کاتالیز بکنه میتونه که این تست مثبت بیاید، در غیر از اون منفی باشه. و این تست برای تشخیص استرپتوکوک پایوجنز استفاده میشه. تست پایر تست اساسا چی است؟ در اینجا ما شما یک انزایمی را در باکتری جستجو میکنیم به نام پایرلیدینول پپتیدیز، پایرلیدینول پپتیدیز، و ترکیبی که به خاطر تشخیص از این انزایم ما استفاده میکنیم به نام پایرلیدینول بتا نفتالامید یاد میشه. یعنی هرگاهی سبستریت در مجاورت استرپتوکوک پایوجنز گذاشته شوه، استرپتوکوک پایوجنز یک انزایم را تولید میکنه که باعث کاتالیز ازی میشه و از طریق ازی تست میتونیم که ما شما اینا رو تشخیص بکنیم. و یک دسک دیگه است به نام بسیتراسین. بسیتراسین اساسا یک ترکیب ضد باکتریایی است. بسیتراسین ترکیب ضد باکتریایی است و استرپتوکوک پایوجنز برخلاف سایر استرپتوکوک های دیگه در مقابل این ترکیب حساس هستند. یعنی در صورتی که ما و شما مشکوک میشیم که آیا استرپتوکوک پایوجنز است یا کدام نوع دیگه استرپتوکوک که او هم به طور همولایتیک باشه، بنان دسک بسیتراسین میمانیم. اگر دیدیم که بسیتراسین رشد از این میکروب نهی کرد میگیم که استرپتوکوک پایوجنز است، اما اگر نهی نکرد میگیم استرپتوکوک پایوجنز نیست بلکه دیگه استرپتوکوک است. خب از لحاظ مورفولوژی بیشتر هم گفتیم که نه کوک های گرام مثبت هستند و به شکل زنجیره ها ترتیب میشن و بعض موارد ممکن است که نه به شکل دیپلوکوک ها یا حتی کوک های نسبتا طولانی تر هم دیده شوند. خب اکثریت از اینا کپسول دارن و خود استرپتوکوک پایوجنز که مربوط استرپتوکوک گروپ ای میشه، به اساس لنسفیلد گروپینگ استرپتوکوک پایوجنز مربوط استرپتوکوک گروپ ای است. اینا یک کپسول دارن به نام کپسول هیالورونیک اسید، یعنی کپسول از اینا از لحاظ ترکیب قندیشان هیالورونیک اسید میباشه، از قند هیالورونیک اسید ساخته شده و ضمناً یک پروتین ام که بسیار در تولید مرض از اینا نقش داره نیز در استرپتوکوک پایوجنز دیده میشه و دیده شده که استرینای خاص استرپتوکوک پایوجنز که ترکیب پروتین ام دارن اینا در ایجاد روماتوید فیور نقش داره، یعنی در امراض ایمونولوژیک هم همین پروتین ام از اینا نقش بسیار عمده داره. خب کپسول از اینا در یک آخذه که به نام هیالورونیک اسید بایندینگ پروتین یاد میشه و اینا در حجرات ما و شما هستن وصل میشه و باعث تخریب حجرات میشه. یعنی خود کپسول هیالورونیک اسید با آخذه ای که در حجرات ما و شما هست به نام هیالورونیک اسید بایندینگ پروتین با این وصل میشه و بعد از اتصال انزایم های مختلف را تولید میکنه و باعث تخریب همو حجرات میشه. ضمن استرپتوکوک پایوجنز دارای پیلی میباشه و ما شما پیلی را هم در عمومیات خواندیم که یکی از وظایف پیلی در به اصطلاح التصاق پذیری یا در اتصال حجرات باکتری به حجرات میزبان نقش داره. بنان خود استرپتوکوک پایوجنز دارای پیلی می باشه و این پیلی توسط لیپوتیکویک اسید کور می باشن و ضمناً در ترکیب از اینا پروتین ام وجود می داشته باشه که با استفاده از این پیلی که در ترکیبش پروتین ام و لیپوتیکویک اسید است اینا می تانن که خود به حجرات وجود ما شما نصب بکنن و در روج خود به اصطلاح بقا بتن و کالونایزه بکنن. خب هرگاه ما شما اینا رو کلچر میکنیم باید در شرایط به اصطلاح کپنوفیلیک یک مقدار کربن دای اکساید اگر باشه میتونیم خوبتر اینا رو رشد بدیم. در غیر از او این باکتری میتونه که در شرایط هوازی و غیر هوازی رشد بکنه، چون باکتری فاکولتاتیو انایروبیک یا انایروبیک اختیاری هستند، یعنی میتونن در موجودیت و عدم موجودیت اکسیژن رشد بکنن، ولی رشد از اینا در محیطایی که غنی تر باشه بهتر است.
یعنی در محیط هایی که از لحاظ مواد غذایی فقیر باشن رشدشان بسیار بطی می باشن، ولی در محیط های غنی مثل بلد اگر، مثل چاکلیت اگر، واسه اینا میتونن که خوبتر رشد بکنن. هرگاه ما شما اینا رو در محیط بلد اگر اگر کلچر میکنیم، اینا میتونن امو بتا همولیز تولید بکنن. در استرپتوکوک پایوجنز دو انتیجن عمده وجود داره، یکی انتیجن به نام ام پروتئین است و دومش سی کربوهیدرات است. تکرار میگم، دو انتیجن استرپتوکوک پایوجنز بسیار مهم است، یکی پروتئین ام است و دومش سی کربوهیدرات است. پروتئین ام از اینا چندین نقش داره، یعنی اهمیت فوق العاده زیاد داره. مثلا یکی که پیشتر گفتیم که پروتئین ام همراه با پیلی در اتصال خود حجره باکتری به حجرات میزبان نقش داره، یک. دوم، خاصیت آنتی فاگوسایتی که داره، یعنی حجرات دفاعی نمیتونن که اینا را تخریب بکنن. سه، به اساس امی پروتئین ام شان نظر به تفاوت های آنتیجنی که در پروتئین ام، 150 تایپ استرپتوکوک پایوجنز وجود داره و دیده شده که بعضی از استرنهایی که دارای پروتئین ام هستند در ایجاد روماتوید فیور و گلومرولونفرایتیس نقش داره، که نام راز ایمیونولوژیک است. ببینید چی یک باریکی وجود داره. گفتیم نظر به پروتئین ام استرپتوکوک پایوجنز 150 تایپ داره، اما تمام 150 تایپ در امراض ایمیونولوژیک زیاد نقش نداره، فقط بعضی از استرنهای از اینا یا بعضی سوش های از اینا در امراض ایمیونولوژیک روماتوید فیور و گلومرولونفرایتیس نقش عمده داره. خب انتیجن دیگه از اینا به نام سی کربوهیدرات یاد میشد، که را پیشتر هم گفتیم که استرپتوکوک های بیتا همولایتیک که استرپتوکوک پایوجنز هم شاملشان میشه، به اساس امی تفاوت در کربوهیدرات سی شان به گروپ های مختلف تقسیم بندی بشه. بنان استرپتوکوک پایوجنز دارای دو انتیجن عمده است که یکی از او پروتئین ام است و دوم از او سی کربوهیدرات است. دیگه انزایم ها و توکسین هایی که استرپتوکوک پایوجنز تولید میکنه، واضح است که انزایم ها و توکسین های از اینا در ایجاد مرض نقش بسیار عمده داره. خب حدود بیشتر از 20 نوع ترکیبات مختلفه که این باکتری به شکل خارج حجروی افراز میکنه یا تولید میکنه شناسایی شده، ولی عمده ترین از اینا رو ما در اینجا بر شما آورده. یکی استرپتوکاینز است یا فیبرینولایزین است. استافیلوکوک ها هم انزایم داشتن، ولی اونا رو به نام استافیلوکاینز یاد میکردیم یا فیبرینولایزین، در حالی که استرپتوکوک ها فیبرینولایزین که تولید میکنه به خاطر که مشخص شده که توسط استرپتوکوک تولید شده به نام استرپتوکاینز یاد میشه. استرپتوکاینز یا فیبرینولایزین تولید شده توسط استرپتوکوک پایوجنز، اینا باعث پارچه شدن امو فیبرین میشن. یعنی چی میکنن؟ یعنی پلازمینوجن به پلازمین تبدیل میکنه، که بازی پلازمین در حل ساختن امو لخته میتونه که بسیار نقش عمده داره. و روز قبل هم به سنفیاتون گفتم که استرپتوکاینز یا فیبرونولایزین که توسط استرپتوکوک پایوجنز تولید میشه قوی ترین دوا به خاطر تداوی امبوله است، که اکثرا به خاطر پلمونری امبوله، به خاطر امبوله ها در قسمت کورنری آرتری و در قسمت دیپ وینس ترومبوزز یا در به اصطلاح ترومبوزهای عمیقه میتونه که اینا به خاطر تداویشون استفاده شه. دیگه دی اوکسی رایبو نکلیاز است، که دیروز هم سنفیایتان گفت که به نام استرپتو دوروناز هم یاد میکنن. دی اوکسی رایبو نکلیاز یا استرپتو دوروناز از نامشان پیداست که اینا امو اسید هستوی حجرات ما شما رو تخریب میکنن. بنان وقتی حجرات ما شما رو اسید هستویش تخریب کرد، یعنی حجرات از بین برد، میتونن که بیشتر خوبتر چی بکنن؟ انتشار پیدا بکنن. حتی استرپتوکاینز و دیوکسی ریبونوکلیز به صورت مشترک به خاطر لیکویفیکیشن پس هم استفاده میشه، یعنی در صورتی که پس بسیار به اصطلاح سخت یا چرک بسیار سخت در یک نسل تجمع کرده باشه، از این دو ترکیب به خاطر مایع ساختن از او پس هم استفاده میشه. انزایم دیگه شان هیالورونیداز است، که شما میفهمین هیالورونیک اسید تخریب میکنه و باعث متلاشی شدن حجرات میشه و میتونن که بهتر اینا انتشار پیدا بکنن. توکسینایی که استرپتوکوک پایوجنز تولید میشه، یکی به نام پایروجنیک اگزوتوکسین که به نام ارتروجنیک توکسین هم یاد میشه. در بعضی کتاب حتی این دو توکسین از هم متفاوت گرفتن، ولی به هر ترتیب به اساس کتاب جاوید پایروجنیک اگزوتوکسین به نام ارتروجنیک اگزوتوکسین هم یاد میشه. اساساً اگر ما نام از اینا رو ببینیم، پایرو به معنای تبزا، پایرو
تبزا، یعنی این توکسین باعث ایجاد تب میشه. و از طرف دیگه اریتروجنیک به خاطر میگن چون سرخی را هم به وجود میارم. خب سه شکل انتیجنیک این توکسین وجود داره که به نام CPE-A و CPE-B و CPE-C یاد میشه. حتی دیده شده که این توکسین نظر به خاصیت سوپر انتیجنیک خود در ایجاد توکسیک شاک سندروم هم نقش داره. ما شما در استافیلوکوک هم گفتیم که اونا باعث توکسیک شاک سندروم میشد. در استرپتوکوک ها هم توکسیک شاک سندروم وجود داره، ولی حتی توکسیک شاک سندرومی که از اثر استرپتوکوک ها به وجود میاد به مراتب خطرناک است. و در اینجا توکسینی که نقش داره به نام پایروجنیک توکسین یا اریتروجنیک توکسین یاد میشه، در حالی که در استافیلوکوک ها توکسینی که باعث توکسیک شاک سندروم میشد به نام توکسیک شاک سندروم توکسین یاد میشد. خب توکسین دیگه که تولید میکنه به نام همولایزین است. از نامش پیداست، همولایزین یعنی باعث لیز حجرات سرخ خون میشه. استرپتوکوک ها دو نوع همولایزین دارن، یکیش به نام همولایزین یا استرپتولایزین، هر دوش کلمات مترادف هستن. یکی به نام استرپتولایزین او یاد میشه، دومش به نام استرپتولایزین اس یاد میشه. استرپتولایزین او خاصیت انتیجنیک هم داره، یعنی باعث تنبیه سیستم معافیتی هم میشه، در حالی که استرپتولایزین اس باعث تنبیه سیستم معافیت شدن هم میتونه. یعنی انتیبادی در مقابل استرپتولایزین اس تولید نمیشه اما در مقابل استرپتولایزین او تولید میشه. البته استرپتولایزین او در مقابل اکسیژن حساس هستن، یعنی موجودیت اکسیژن باعث اکسیدیشن از این میشه، البته به شکل گذری یا به شکل قابل رجعت، و باعث غیر فعال شدن از نام میشه. البته در اینجا در سلایدی که من آدیو رو ثبت میکنم در اینجا نوشته شده که استرپتولایزین او در موجودیت اکسیژن فعال میشه، در حالی که اشتباه، در موجودیت اکسیژنی غیر فعال میشه. خب و استرپتولایزین اسکس اینا اکثر نمو هیمولیز که شما در محیط کشت میبینین او از اثر چی است؟ از اثر همین استرپتولایزین اس است. حتی یک شخص اگر مصاب گلوندردی از اثر استرپتوکوک پایوجنیز میشه، در وجود از این یک نوع انتیبادی به نام اس او یاد میشه بلند میره، یعنی انتی استرپتولایزین او، و این انتی استرپتولایزین او باعث بلاک شدن از این توکسین هم شده میتونه، و این یکی از به اصطلاح انتیبادی هاییست که در تستای روماتیزمی شامل است. یعنی اگر یک کسی میخواه بگه که برای به لابراتوار بگه برای مت سای روماتیزم بکنه، به او ایسو سی آر پی و روماتید فاکتور میکنه که ایسو همی انتی استرپتولایزین اوز. یعنی در حالتی که اگر یک شخص مصاب به استرپتوکوک پایوجنیز میشه، مقدار ایسو یا انتی استرپتولایزین او تترش بسیار بالا میره، و بالا بودن از این میتونه یک فاکتور باشه، یک فاکتور خطر به خاطر ایجاد روماتیزم هم باشه، ولی هیچگاه 100% نشان دهنده روماتیزم نمیباشه. خب میایم سر یافته های کلینیکی از اینا که وقتی یک شخص مصاب به استرپتوکوک پایوجنیز میشه، کدام اعراض علائم به وجود میاد و چطوری مرض پیششان به وجود میاد. خود مرض استرپتوکوک و یافته های کلینیکی ناشی از استرپتوکوک پایوجنیز ارتباط مستقیم با رای دخول از اینا داره، یعنی اینکه استرپتوکوک از کدام طریق داخل وجود ما و شما میشه نظر به او میتونه که مرض در نزد شخص فرق بکنه. ولی به هر ترتیبی که اینا وقت داخل وجود میشه ممکن است باعث انتانات موضعی شوه، و هرگاه داخل دوران خون شوه یا داخل سیستم لنفاوی شوه میتونه از او طریق اینا به سیر سیستمیک هم بکنه و به انساج دورتر هم سیر بکنه. یعنی به طور مثال اگر میگیم فرض بکنید یک شخص از طریق جلدی مصاب استرپتوکوک پایوجنیز شد، یا یک انتان جلدی استرپتوکوک پایوجنیز پیش پیدا شد، هرگاه این می استرپتوکوک پایوجنیز داخل دوران خون شد و باز از طریق دوران خون میتونه که به قسمت های به اصطلاح بعیده وجود ما شما هم را پیدا بکنه و باعث مرض شود. یا مثلا یک کس گلوندرد است، تداوی نمی کنه، ممکن است که استرپتوکوک پایوجنیز از گلو داخل دوران خون شد و سیر سیستمیک بکنه. یا یک خانم حامل است، به تعقیب زایمانش در شرایط غیر به اصطلاح پاک ممکن است که از طریق به اصطلاح رحم آلوده شوه و حتی داخل دوران خون شوه و در نزدش سیر سیستمیک بکنه. خب امراض مختلفه ممکن است که از اثر استرپتوکوک پایوجنیز به وجود بیاد. مثلا اینجا بعضی از امراض مناوب ما شو آوردیم و بعدا باز امراض دیگه هم
انشاءالله که یادآور میشه. مثلا یکی از امراض به نام اریسیپل یاد میشه یا سرخباد برش یاد میکنیم. اینجا ببینین در صورتی که استرپتوکوک پایوجنیز از طریق جل داخل شوی باعث اریسیپل میشه یا سلولایتس التهاب و مرگ حجرات میتونه به وجود بیاد، این هم در صورتی که از طریق جل داخل میشه معمولا به تعقیب یک تروما یا سوختگی یا ضربه خوردگی میتونه به وجود بیاد. دیگه نکروز است، نکروز عضلات یا گنگرین است که این هم واضح است که از طریق جلدی وقت داخل میشه میتونه که باعث گنگرین و نکروز شوه. تب زایمانی یا پرپرال فیور است که معمولا به تعقیب ولادت میتونه از طریق پلاسنتا به اصطلاح یک مادر که تولد کرده طفله آلوده بسازه و باعث ایجاد تب زایمانی شود. و همچنان باکتریمی و سپتیسیمی است که ممکن از هر طریقی که داخل میشه هرگاه داخل دوران خون شوه بتانند که اینا باعث ایجاد باکتریمی شود. خب اولین مرض ما شما مورد توضیح میگیریم و اریسیپلس یا سرخباد، ما شما به دری برش سرخباد هم میگیریم. اینا در صورتی که استرپتوکوک پایجونیز از طریق جلدی داخل میشه باعث سرخباد یا اریسیپلس میشه و معمولا قرحاتی که به اصطلاح در سرخباد ایجاد میشه این قرحات به شکل عزیمایی سرخ رنگ و برجسته میباشه و حتی حاشیه مشخص با انساج سالم میداشته باشه. یعنی مثل که در تصویر شما ببینید قسمتی که قرحه وجود داره ولی که سرخ رنگ است، برجسته است و از قسمت انساج سالم بسیار به راحتی تفکیک میشه که این قسمت این سالم است و این قسمت قرحه است، یعنی یک حاشیه مشخص می داشته باشند. سلولایتس ای هم در صورتی که استرپتوکوک پایوجنیز از طریق جلدی داخل میشه ممکن در قسمت جلد و انساج تحت جلدی تخریبات به وجود بیاره و معمولا اینا به تعقیب ضربه خوردگی، سوختگی، یک تروما میتونه که به وجود بیاد یا به تعقیب عمل جراحی میتونه که به وجود بیاد. تفاوت بین سلولایتس و اریسیپلس یا سرخباد بسیار ساده است. در سرخباد شما دیدین که خود قرحه به شکل سرخ رنگ پوندیده و نسبت به نسج سالم پوندیده تر بود و حاشیه مشخص داشت، یعنی بسیار براحتی ما گفته میتونستیم که این قسمت قرحه وجود داره و اینجا نسج سالم. اما در سلولایتس این می دو تفاوت وجود داره که برخلاف اریسیپلس در اینا وجود نداره. به چی مانا؟ به این مانا که در قسمت سلولایتس قرحه معمولا برجسته تر خیلی واضح نمی باشه، یعنی پوندیده می باشه ولی برجسته مشخصه که از نسج سالم تفکیک شوه نمی باشه. یک دومی که حاشیه بین نسج سالم و بین قرحه مشخص نیست، یعنی به شکل نفوذ شده است. شما گفته نمیتونه که از این قسمت قرحه شروع شده، در حالی که در تصویر سرخباد شما ببینید مشخصا گفته میتونه که قرحه از این قسمت شروع شده ولی باز هم میبینین که اردوش از طریق چی داخل شده؟ از طریق جلدی داخل شده. انتان سیومیش نکروتایزینگ فاسایتس یا گنگرین است که در اینجا به اصطلاح استرپتوکوک هرگاه از طریق جلد داخل میشه ممکن به طریق تعقیب ضربه خوردگی یا به تعقیب بریدگی یا هم به تعقیب عمل جراحی باشه، هرگاه داخل جلد میشه اینا میتونن که به اصطلاح عضلات چی بکنن؟ تخریب بکنن و باعث گنگرین شون. و حتی استرپتوکوک پایوجنیز به نام فلش ایتینگ باکتری هم یاد میکنه، چون این باکتری قدرت از این را داره که تمام انساج بین استخوان و پوست چی بکنن؟ تخریب بکنن. اساسا اگر ما شما فلش بگیم، فلش چی را میگه؟ امو انساجی که بین استخوان و بین پوست قرار داره این را فلش میگن، که ممکن شامل نسج شحمی باشه، نسج عضلی باشه، هر چی باشه. بنابراین این باکتری میتونه که تمام از اونا رو چی بکنن؟ نکروز بتن و تخریب بکنن. مرض دیگه به نام پارپرال فیور یا تب زایمانی یاد میکنن. تب زایمانی البته دلیلی که به نام تب زایمانی یاد میکنن ایست که واضح است بعد از این که طفل تولد میشه ممکن در نزد خانم به تعقیب وضع حمل ممکن پیشش تب ایجاد شود و یکی از دلایل عمده از اینا را استرپتوکوک پایوجنیز تشکیل میکنه. در صورتی که طفل در خانه تولد میشه یا در شفاخانه تحت شرایط مناسب تولد نمیشه، شرایط آلوده میباشه یا هم امو دکتر یا پرسنل صحی که ولادت میده به اصطلاح حفظ صحه را مراعت نمیکنه، ممکن است که مادر از طریق رحم آلوده با این باکتری بسازن و در نزدش باعث ایجاد تب شود و حتی میتونه که پیشش باکتریمی هم با وجود بیاد. یعنی به تعقیب داخل شدن
باکتری از اثر عدم مراعات کردن حفظ صحه ممکن است یک اندومترایتیس به وجود بیاره، التهاب قسمت اندومتر به وجود بیاره که حتی میتونه که داخل دوران خون شوه و یک باکتری میره هم به وجود بیاره. و از طرف دیگه باکتری میتونه که باکتری از هر طریقی که داخل وجود شده باشه میتونه که منجر به باکتری میشوه، در صورتی که اگر به اصطلاح اهتمام یا توجه به طرف مریض صورت نمیره. مثلا یک کسی است قرحات جلدی در نزدش به وجود آمده، ممکن است از همونجا باکتری می به وجود بیاید. یک کسی گلوندرد است تداوی نمیکنه، ممکن است به تعقیب از او باکتری می به وجود بیاید. یا یک کسی یک خانم است از طریق رحم آلوده شده، در صورتی که تداوی نشه ممکن التهاب از این بالاخره منجر به باکتری و داخل شدن باکتری به داخل دوران خون هم شود. خب بعضی از انتانات موضعی که استرپتوکوک به وجود میره، یکی از عمده ترین از اونا استرپتوکوکال سور تروت است یا استرپ تروت هم برش یاد میکنن، یعنی گلوندردی از اثر استرپتوکوک هاست. یکی از دلایل عمده گلوندردی ها را استرپتوکوک پایوجنیس تشکیل میده. البته در صورتی که از طریق سیستم تنفسی یا از طریق انشاقی باکتری داخل میشه، حتی بعضی اشخاص ممکنی را به شکل فلور نارمال داشته باشه. یعنی استرپتوکوک پایوجنیز با وجود کامل عمده گلوندردی هست، پیش بعضی اشخاص به صورت فلور نارمال هم در قسمت گلویشان میتونه که وجود داشته باشه. خب در صورتی که استرپتوکوک از طریق تنفسی یا از طریق فمی داخل گلو میشه یا به گلو میرسه، در اوج استرپتوکوک پایوجنیز قبلا هم ما و شما گفتیم که اینا پیلی داره. توسط پیلی خود که این سطح پیلیشان توسط لیپوتیکویک اسید کور شده، خود میتونن که با آخذه هایی که در قسمت حجرات گلو وجود داره به نام فیبرونیکتین یاد میشه با او وصل بسازه. یا حتی کپسول هیالورونیک اسید از اینا میتونه که در قسمت اتصالشان به می فیبرونیکتینی که در حجرات گلوی ما و شما هست در اوج اینا رو وصل بسازن و به تعقیب وصل اینا در اوج رشد بکنن و باعث ایجاد گلودردی شوه. حتی خود سیر مرض گلودردی میتونه به دو شکل باشه. یکی به شکل سبکیوت میتونه باشه که معمولا در نزد اطفال نوزاد و یا اطفال کوچک میتونه که به شکل سبکیوت واقع شد که معمولا پیش از اینا یک التهاب نزو فرنج میتونه که با وجود بره، افرازات به اصطلاح رقیق میتونه در گلون خودان اینا داشته باشن، تب میتونه داشته باشن و حتی ممکن است که این باعث ایجاد به اصطلاح زخامه و قدات لنفاوی در قسمت گردن شوه و حتی میتونن که باعث التهاب گوش وسطی یا اوتایتس میدیا شوند، میتونن التهاب استخوان مستوی که در قسمت به اصطلاح خلفی گوش است حتی باعث التهاب از اینا هم شوند. بنان معمولا در نزد اطفال نوزاد و یا اطفال که سن کوچک دارن میتونه به شکل سب اکیوت سیر بکنه، پیششان تب خفیف ایجاد میشه، افرازات رقیق در گلویشان می داشته باشن، ببخشین زخامه و قدات لنفاوی در گلو می داشته باشن، حتی می تانه که به قسمت گوش وسطی برسه و التهاب گوش پیششان به وجود بره و التهاب استخوان مستوی هم می تانه که به وجود بره. ولی در نزد کاهلا و یا هم اطفال بزرگتر می تانه که به شکل اکیوت سیر بکنن که معمولا در نزد از اونها هم میتونه که التهاب عمون نزوفرنج به وجود بیاره، حتی میتونه التهاب در قسمت تانسل ها به وجود بیاره و در ایج افرازاتی که پیش از اینا میباشه افرازاتشان نسبتا به اصطلاح غلیظتر یا مکدرتر میباشه و ضمن تب که پیش از اینا وجود میداشته باشه تبشان بلند و همراه با جاندردی و دیگران. حتی در صورتی که اگر تداوی نمیشه میتونه که باعث ایجاد آبسه در قسمت تانسل هم در نزد از این اشخاص شوه. دیگه استرپتوکوکال پایودرماس، این هم یکی از انتانات موضعی استرپتوکوک پایوجنیز است که ما شما به نام مرداردانه یادش میکنیم و این معمولا در نزد اطفال بیشتر شایع می باشه، خصوصا اطفال که در مناطق گرم و در جایی که مرطوب می باشه یا رطوبت بیشتر می باشه دیده میشه. معمولا این قرحه به شکل آبله ها ظاهر میشه، یعنی اول آبلگک ها ایجاد میشه و تعقیب از او افرازاتی که از پاره شدن یا آبله خارج میشه این در اوج تجمع میکنه و باعث ایجاد به اصطلاح ارچق میشن، یعنی بروی امو آبله ها ارچق تشکل میکنه که هم یکی از دلایل عمدهش همی استرپتوکوک پایوجنیز میباشه. و دیده شده که اکثرا مرض ایمیونولوژیکی که به وجود میه، یعنی بعد از اینکه استرپتوکوک تداوی میشه دیده شده که اکثرا روماتید فیور به تعقیب گلودردی به وجود میه و گلومیرولونفریتیس و اکثرا به اعتراض جلدی به وجود میه
یعنی در صورتی که یک شخص البته حتمی نیست که باید امی رقم واقع شد، ولی اکثر موارد به می شکل واقع شده که کسی که گلودرد میشه پیش از او اگر مرض ایمیونولوژیک به وجود میه اکثرا روماتوید فیور می باشه. ولی در انتانات جلدی استرپتوکوک پایوجنیز اکثرا آفات ایمیونولوژیکی که به وجود میه گلومرول نفرایتس می باشه. دیگه استافیلوکوکال توکسیک شاک سندروم است. پیشتر هم گفتیم که توکسینی که در این نقش داشت به نام پایروجنیک توکسین یاد میشد، یا ایرا به نام ارتروجنیک توکسین هم یاد میکرد که در اوج گفتیم اونا خاصیت سوپر انتیجنی که داره و باعث آزاد شدن مقدار زیاد سایتوکین ها و انترلوکین ها میشه توسط حجرات تی لیمفوسایت به صورت غیر مشخص. این میتونه که باعث ایجاد استرپتوکوکال توکسیک شاک سندروم شد. البته استافیلوکوک هم باعث شاک میشد، اما تفاوت در اینجا بود که اکثر ما در استافیلوکوکال توکسیک شاک سندروم اگر خون مریض میگرفتیم ممکن است که او ارگانیسم پیدا نمیتونستیم، چرا ما در درس قبلی هم گفتیم که خون از اونا استریل میباشه، یعنی میکروب در او وجود نمیداشته باشه، در حالی که در استرپتوکوکال توکسیک شاک سندروم دیده شده که باکتری ها اکثرا وجود میداشته باشه و تشخیص شده میتونه. و از طرف دیگه در اینجا چندین ارگان به صورت همزمان چی میکنن؟ بعد هم کفایه مواجه میکنن در استرپتوکوکال توکسیک شاک سندروم، بنابراین میتونه که خطرناکتر باشه و حدود 30% مریضایی که مصاب به استرپتوکوکال توکسیک شاک سندروم میشه به طرف مرگ میره. خب دیگه مرض به نام سکارلت فیور یا تب مخملک برشاد میکنن، سکارلت فیور یا تب مخملک دیده شده که اکثرا به تعقیب فرنجایتس یا به تعقیب گلودردی میتونه که به وجود بیاید و یا هم میتونه که حتی در انتانات جلدی هم به وجود بیاید و در اینجا اکثرا قرحات از قسمت بطن شروع میشه و بعدا به طرف نهایات انتشار پیدا میکنه. خب این بود امراضی که توسط خود استرپتوکوک به وجود میامد. حالا میایم سر پست استرپتوکوکال دیزیز یا پست استرپتوکوکال ایمیونولوژیک دیسوردر. خب در اینجا چرا ایره به نام پست استرپتوکوکال میگن؟ به خاطر از اینکه به تعقیب انتان استرپتوکوکی به وجود میه. یعنی دلیلی که پست میگن چرا؟ دلیلش ایست که خود استرپتوکوک زمانی که در وجود ما شما وجود می داشته باشه یا در زمان ما که در وجود ما مرض وجود می داشته باشه این مرض پیش مریض دیده نمیشه. وقتی خود استرپتوکوک تداوی میشه یا انتانی که توسط استرپتوکوک به وجود آمده تداوی میشه، بعد از او حدود 1 الی 4 هفته بعد چی میشه؟ پیش از اینا این مرض به وجود میاد که این مرض به نام امراض ایمیونولوژیک پست استرپتوکوکی یاد میکنن. چرا؟ چون در اینجا اکثرا عکس العمل معافیتی است که باعث این مرض به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی عکس العمل معافیتی که در مقابل استرپتوکوک پایوجنیز تولید شده او باعث ایجاد این مرض میتونه که در نزد انسان شود. خب امراض ایمیونولوژیک یا پست استرپتوکوکال دیزیز دو مرض است، یکی روماتوید فیور است، دومش گلومرول نفرایتس یا اکیوت گلومرول نفرایتس است. دیده شده که اکثرا نفرایتس به تعقیب انتانات جلدی استرپتوکوک به وجود میاد که پیشتر هم گفتیم، و روماتوید فیور اکثرا به تعقیب انتانات سیستم تنفسی استرپتوکوکی به وجود میاد. خب حالا میایم سر هر کدام از اینا بحث میکنیم. اول اکیوت گلومرول نفرایتس، این هم گفتیم که اینا معمولا به تعقیب انتانات جلدی به وجود میامد و دیده شده که بعد از 1 الی 5 هفته از مرض جلدی که از اثر استرپتوکوک پایوجنیز به وجود آمده اینا واقع شده میتونه و میزان وقوع از اینا حدود 0.5% است، یعنی بسیار تعداد محدود مریضا رو میتونه که مصاب شده. ولی این را هم باید نگفته نمانیم که حتی این میتونه به تعقیب گلودردی هم به وجود بیاد، ولی معمولا چی است؟ به تعقیب انتانات جلدی استرپتوکوکی به وجود میاد. میکانیزم به وجود آمدن این مرض چی است؟ زمانی که انتیبادی در مقابل انتیجن های استرپتوکوک تولید میشه خصوصا انتیجن های SPEB، این انتیجنی که در خود باکتری هست، وقتی انتیبادی در مقابل از اینا تولید میشه این انتیبادی با انتیجن مغلق میسازه، یک کامپلکس انتیجن انتیبادی در خون ساخته میشه و این مغلق انتیجن انتیبادی وقتی از طریق کلیه ها خون بازیسک کلیه یا گرده فلتر میکنه
وقتی همین مغلق انتیجن انتیبادی در قسمت فلتر در قسمت کلیه در بزل ممبرانشان ترقم میکنه، باعث ایجاد یک عکس‌العمل التهابی میشه و این باعث چی میشه؟ باعث اکیوت گلومرول نفرایتس میشه. بنان میکانیزم به وجود آمدن گلومرول نفرایتس از اثر استرپتوکوک پایوجنیز است که ایج مغلق انتیجن با انتیبادی در قسمت بزل ممبران حجرات کلیوی در قسمت گلومرول رسوب میکنه و رسوب از اینا باعث فعال شدن سیستم و کامپلمنت و بالاخره باعث ایجاد امو گلومرول نفرایتس میشه. خدا کنه که واضح شده باشد، تکرار براتون میگم. ببینین در دوران خون ما شما انتیبادی ها در مقابل از این تولید شده وجود داره و از طرف دیگه انتیجن خود استرپتوکوک وقتی با انتیبادی هایی که در مقابل از او تولید شده تعامل میکنه، یک مغلق انتیجن انتیبادی کمپلکس یاد میشه، یعنی مغلق انتیجن و انتیبادی ساخته میشه. واضح است که گردای ما کارش همیست که خون به صورت دوامدار فلتر کرده بره، بنانی خون میره به طرف کلیه ها، ولی در روج این مغلق انتیجن انتیبادی چی میکنه؟ در بزل ممبران گلومرول ها ترسب میکنه، اوجا به اسلام میمونه. ترسب از اینا باعث فعال شدن سیستم کامپلمنت میشه و سیستم کامپلمنت و از این کجا حجرات دفاعی میه، حجرات دفاعی که آمد باعث تخریب در او قسمت میشه. خب کدام اعراض علائم می داشته باشه؟ مریض هماتوریا می داشته باشه، یعنی در خون در ادرار از اینا چی دیده میشه؟ خون دیده میشه. پروتین یوریا می داشته باشه، پروتین در ادرار مریض دیده میشه، یعنی معمولا به اصطلاح یک شخص نرمال پروتین در ادرارش وجود نمی داشته باشه، خاله حالات استثنایی وجود داره، اما اشخاص به اصطلاح نرمال پروتین در ادرارشان وجود نمی داشته باشه. خب دیگه زایما پیشش به وجود میاد چون مایعات به صورت درست فلتر نمیشه، واضح است زایما به وجود میاد، فشار بلند میره و از طرف دیگه چون خون درست فلتر نمیشه، امو یوریا نایتروژن مثلا یوریا و کریاتینین هم سویش در نزد مریض بلند میره و سوی کامپلمنت های خون پایین میره. بنان اعراض علائم از اینا ممکن شامل مکدریت ادرار، دیدن خون در ادرار، دیدن یا موجودیت پروتئین در ادرار، اوزایما یا پوندیدگی در وجود انسان، بلند بودن فشار خونشان است، مقدار یوریا و کریاتینین در خونشان بلند می باشد چون از طریق گرده ها به صورت درست فلتر نمیشه و ضمناً میزان کامپلمنت هایشان پایین میاد که در اینجا شما می بینید تصویر نرمال و تصویر به اصطلاح مرضی کلیه را نشان میده. خب مرض دیگه ای که به وجود میاره یا مرض ایمیونولوژیک دیگه ای که به تعقیب استرپتوکوک ها به وجود میاره و معمولا گفتیم اینا به تعقیب انتانات سیستم تنفسیشان به وجود میاره به نام روماتیک فیور یاد میشه. البته روماتیک فیور میکانیزم به وجود آمدن از اینا طور است که دریج انتیبادی های تولید شده در مقابل استرپتوکوک کراس ریاکشن میده، یعنی انتیبادی اصلا در مقابل استرپتوکوک تشکیل شده ولی به صورت اشتباهی با انتیجن های خود وجود ما شما چی میکنه؟ عکس العمل میکنه و دیده شده که بیشترین عکس العمل از اینا با انتیجن هایی که در قسمت به اصطلاح عضله قلب وجود داره، در قسمت مفاصل وجود داره و در دماغ وجود داره، با اونا عکس العمل میده. این حالت به نام روماتیک فیور یاد میده. در گلومرول نفرایتس مرض از سر ترسب کامپلکس انتیجن و انتیبادی در بزل ممبران گلومرول به وجود میومد، در حالی که در روماتیک فیور عکس العمل به اصطلاح کراس ریاکشن یا عکس العمل متصالبه انتیبادی های تولید شده در مقابل انتیجن های استرپتوکوک با انتیجن های خود وجود، یعنی انتیبادی های ما شما با انتیجن های خود ما عکس العمل میتن، نظر به شباهت ساختمانی انتیجن های از اینا با انتیجن های بعض از قسمت های وجود ما شما. بنان این انتیبادی ها میاره با انتیجن هایی که در عضله قلب است، با انتیجن هایی که در مفاصل است، با انتیجن هایی که در حجرات دماغی است، با اینا چی میکنن؟ عکس العمل میتن و باعث ایجاد روماتیک فیور یاد میشه. خب معمولا دیده شده که به تعقیب گلودردی ها حدود 1-5 هفته بعدشان میتونه که اگر کسی مصاب روماتیک فیور میشه به وجود بیاد و در اینجا اعراض علائمشان امو تب است، درد عضلی است و اکثرا درد مفاصل میتونه وجود داشته باشه، التهاب مفاصل میباشه و التهابشون اکثرا بدون چرک میباشه، یعنی در اوج پس تجمع نمیکنه، میتونه اندوکاردایتس، مایوکاردایتس و پریکاردایتس به وجود بره، حتی باعث تشکل بعضی ساختمان های گرانولومایی در قسمت مایوکارد یا عضله قلبی مشکل به نام اشوف بادیز هم یاد میکنه و حتی میتونه که خود روماتیک فیور
در قسمت قلب مریض به طرف کانجستیو هرفلر هم ببره. میایم سر تشخیص از اینا. روماتیک فیور چطور تشخیص میکنیم؟ یک تست از بنام ایسار یا ایرتروسایت سدمنتیشن ریت یا امو میزان ترسب حجرات سرخ خون است که در نزدی مریضا بلند میره. البته در عکس العمل های التهابی دیگه هم به وجود میره، بلند میتونه بره. ترانزامیناز ها باید چک شوه، اس جی تی اس جی پی تی هدفش است. دیگه الکتروکاردیوگرافی شوه، دیده شوه که گراف مریض درست است نیست. و حتی میتونه که کسایی که مصاب به استرپتوکوک پایوجنزمی باشه، میتونه که پنسیلین تجویزش از ایجاد این مرض به اصطلاح جلوگیری کرده باشه. خب در کل اگر ما شما بگیم که استرپتوکوک پایوجنز چطور تشخیص میکنیم، میشه که نمونه جمع آوری شوه از هر قسمت از وجودی که بود، نظر به انتان، مثلا یک کس گلوندردیس نمونه گلو، یک کس پایودرما داره یا چرک داره، مردار‌دانه داره، واسه از جلد باید نمونه گرفته شود، دماغ التهاب شده از سیسف. یعنی نمونه نظر به مرض میتونه که متفاوت باشه. بعدا اگر ما از این نمونه مستقیما سلایت بسازیم، ممکن در اوجه همی کوک های گرام مثبتی که به شکل طاقه‌ای یا به شکل جوره‌ای و حتی به شکل زنجیره‌ای باشه ببینیم. یعنی اکثرا ما شما اگر استافیلوکوک باشه یا استرپتوکوک از نمونه مریض مستقیما رو سلایت بسازیم و مطالعه کنیم، ممکن به اون شکل وصفیشان که یا استافاس یا استرپاس دیده نشه، به شکل مونوکوک یا دیپلوکوک دیده شود. خب هرگاه بخوایم اینا رو کلچر بکنیم، واسه محیط های کشتی که نسبتا غنی باشه مثل بلدگر و چاکلیتگر خوبتر اینا رشد میکنن. اگر خواسته باشیم که امو خاصیت بتا همولایتیکشان رو ببینیم، باید در بلدگر کلچرشان بکنیم و اطراف کالونیا واسه که یک زون شفاف دیده میشه. و به خاطر رشد بهتر از اینا، بهتر است که در محیط یک مقدار کربن دای اکساید باشه که میتونه رشد از اینا رو خوبتر تنبیه بکنه. و به خاطر تفکیکشان از سایر استرپتوکوک های بتا همولایتیک، مثلا استرپتوکوک اگلکتی، ما شما میتونیم که از دیسک بسترسین، مثل که در تصویر طرف راست شما میبینین، در قسمت وسط یک کاغذ مدور فلتر که به نام دیسک یاد میشه گذاشته شده و این در ترکیب خود بسترسین داره. شما میبینین که اطراف از این ساحه شفاف است، در اطراف دیسک، و این معنی که استرپتوکوک پایوجنز در اطراف از این رشد نکرده. و چون استرپتوکوک پایوجنز در مقابل بسترسین حساس است، بنان از این طریق ما شما میتونیم که نارا تشخیص بکنیم. در حالی که در تصویری که به طرف چپ است، شما میبینین که اطراف دیسک به اصطلاح ساحه نه دیده نمیشه، به این معنی که استرپتوکوک پایوجنز نیست، بلکه کدام استرپتوکوک دیگه است. خب کتایی که به خاطر تشخیص سریع از اینا استفاده میشه هم در بازار وجود داره. مثلا شما در تصویر هم میبینین رپید تستای از اینا میای مستقیما توسط سواب از گلو نمونه گرفته میشه و بعدا به داخل تست تیوب بالاش لایز بفر و بفرها انداخته میشه و بعدا بالای استرپکایی که به شکل رپید است بالاش یک قطره رو میپردین مستقیم. اگر دو خط داد مثبت، اگر یک خط داد منفی، یعنی خط تست لاین و خط کنترل لاین داره که شما در دروس عملیتون انشالله که میخوانین و کار میکنین، عملا از این طریق تشخیص میشه. حدود 15-20 دقیقه رو میگیره، روش بسیار سریع است، به اون خاطر رپید یادش میکنه. دیگر تست های الایزایشان هم وجود داره که از طریق الایزا تشخیصش میکنیم. تست های اگلوتنیشن از اینا وجود داره که از این طریق هم ما شما میتونیم که اینا را تشخیص بکنیم. تست های سیرولوژیکشان هم در بازار وجود داره. البته تست های سیرولوژیک مختلف است، ولی عمدترین از اینا را اسو تشکیل میکنه. انتی استرپتولایزین او که پیشتر در موردش گپ زدیم، در بازار به شکل اگلوتنیشن اجرا میشه، بسیار هم به صورت وافر و در افغانستان در همو ابتدایی ترین لابراتوار هم که اگر شما مراجعه بکنین بگوین تست ایسو رو میکنم براتون اجرا میکنم. ولی غیر از این تستا، غیر تست ایسو، دیگه تستایی که مثلا شما میبینه به نام انتی دی ان اس بی، انتی هیالورونیداز، این تستای دیگه سیرولوژیک هم وجود داره، ولی اهمیتشان به اندازه ایسو نمیرسه. برای تداوی استرپتوکوک پایوجنز چی کار میکنیم؟ دواهایی که معمولا استفاده میشه پنسیلین جیس، یعنی اکثرا استرپتوکوک ها در مقابل پنسیلین جی حساس هستند و بسیار براحتی تداوی میشن. ولی اگر کسی در مقابل پنسیلین حساسیت داشته باشه، باز از مکرولیت ها استفاده میشه، مثلا از ایرتروماسین، کلرتروماسین، ازیترومایسین. شما ببینید اکثرا کسایی که گلوندرد میشه برش چی میکنن؟ میگن ایرتروماسین بگی، یا برش میگن که ازیترومایسین بگی. به خاطر چی؟ چون ازیترومایسین در کل اینا شامل مکرولیت ها میشه، دیده شده که نتیجهشون در مقابل استرپتوکوک ها بهتر است.
خب به خاطر کنترل و وقایه باید چی کار بکنیم؟ اولی که خود انتانات استرپتوکوک ها باید به موقع تداوی شود. چرا؟ چون ما شما دیدیم که پوس استرپتوکوکال دیساردر یا امراض ایمیونولوژیکی که به تعقیب استرپتوکوک پایوجنیز به وجود می آمد به مراتب خطرناکتر بود. بران بهتر است که ما شما یک کسی اگر مصاب به امراض استرپتوکوکی می شود به موقع تداوی شود تا از ایجاد روماتیزم و گلومرول نفرایتیس چی شود؟ جلوگیری شود. و از طرف دیگه کسایی که از روماتیت فیور رنج می برند باید در صورتی که اگر اونا مثلا مصاب به کدام مرض استرپتوکوکی می شود باید به موقع حتما تداوی بکنند. چرا؟ پیش از اونا می تانه که وضعیت دیگه هم چی بکنند؟ خرابتر بسازند. یا به شکل شیمو پروفلاکسی میتونن که پنسیلین یا هم مکرولید ها را به شکل وقایوی بگیرن تا ای که به این وضعیت به اصطلاح دوچار نشن. و حتی بهتر است که تحقیقات شوه که اشخاصی که به شکل ناقل سالم هستن یا اشخاصی که استرپتوکوک پایوجنیز به شکل ناقل دارن یعنی پیششون هر از علائم وجود نداره اونا تشخیص شون و تداوی شون، که اکثرا بیشتر هم گفتیم که یک تعداد اشخاصی را به شکل فلور نرمال دارن خودشان مریض نمیشن ولی میتونن که اشخاص دیگر را چی بکنن؟ مصاب بسازن. که یکی از تحقیقات هم توسط یکی از همکارای ما در پنتون کابل اجرا شد که اونا از نزد محصلین و از نزد کارمندایی که در پنتون به اصطلاح کار میکردن نمونه گرفتن از گلوشان، کسایی که اصلا گلو درد نبودن و در نزدشان استرپتوکوک پایوجنیز مطالعه کردن، دیدن که یک تعداد زیاد اشخاصی را به شکل فلور نرمال دارن. بنانی میتونه که هم برای خودشان پسان مشکل ایجاد بکنه و از طرف دیگه اشخاصی که مستعد هستن یا اشخاصی که حساس هستن اونا را هم میتونن که بسیار براحتی مصاب بسازن. خب این بود درس ما شما در مورد استرپتوکوک پایوجنیز.